همه یک کله چیه. به چنل وریا بوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. ویدیو امروز قراره با آقا میلاد گل، لیلسی گل گلاب، الان معلوم نیست میگیرم واسهتون بعدن ازش. و سلطان تمام منیجرای جهان سوال. امروز قراره بریم یکی از نمایندگی بنز که یکی از بچه‌ها راست میگم. یکی از نمایندگی بنز که یکی از بچه‌ها اونجا کار می‌کنه، قراره بریم از توش چند تا ماشین خفن رو با هم ببینیم و در موردش حرف بزنیم. عاشق یکاگیتون هستم. لایک و کامنت و سابیاتون نره. قبلش هم بریم با هم ویدیو بریم سمت بخش اخبار قبل از اینکه ولاگ شروع شه. Let's go. و باز هم مثل همیشه دروغوی این نظام و ایران خود رو انداختن پژو 206 پلاس به عنوان پژو 207. بهتون عرض کنم این 207 که دارن تو ایران به ما میدن اینا در اصل 206 پلاس ها، ولی به عنوان 207 به ما میدن. بله ها، بالاخره 207 واقعی رو پیداش کردم. 207 واقعی همه داخل این خود رو دوستان دقت فرمایید. 207 چرا آقای 207 اصلا این شکلیه؟ به ما چی گفتن؟ چی دادن؟ اگه دقت کرده باشید خود طرف تو فرانسه بود، یعنی تو ایران نبود، با سند و مدرک تو فرانسه داد. من زیاد ماشین باز نیستم ولی چیزی که داشت نشون میداد واقعا به ما انداخت. بر طبق این عکسی که میبینید توی کنکور امسال تو دفترچش دو تا رشته اضافه شده. فقط رشته های سمو ببینید: کاردانی حرفه‌ای، خادمی مسجد، و شماره 402 کاردانی حرفه‌ای مدیحه و مرثیه سرای. چند وقت بعد میاد پا منبر رفتن و اصلا این چیزای عجیب غریبی. یعنی این دو تا رشته من نمیدونم آیا کسی هست تو کل ایران که این دو تا رشته رو بره. هر کسی فقط بخواد بگه من رفتم دانشگاه میتونه این دو تا رشته رو بزنه چون 100% قبوله. محمد قالیباف رئیس مجلس: روابط با روسیه به چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد. خبر بعد واسه همه ایرانیهای داخل اوکراین. با این حرفایی که میزنن هی تنگتر و تنگتر میکنن کارو واسه ایرانیهای توی اوکراین، چون همین جوری هم دولت اوکراین با خیلی از ایرانی‌ها مشکل داره، پاسپورتاشون رو تمدید میکنه، خیلی از کارهای دیگه. واقعا واسه تاسفن خیلی از ایرانیهای اوکراین میشناسم و خودم هم مثل خودشون هر اتفاقی که بیفته واسه منم خواهد افتاد و واقعا واسه تاسف. منت فدراسیون فوتبال بر سر بازیکنان: مقررات نداریم، میتوانن هر جور خواستن خوشحالی کنن. میتونه دو پهلو باشه که باید مقرراتی باشه که هر جور بخوان خوشحالی نکنن، ولی ثابت کرده که هر جور بخوان خوشحالی کنن نیست، چون بعضی وقتا خوشحالی که کنن مثلا به حمایت از مردم ایرانی حرکتی انجام میدن بلافاصله دادگاهی میشن، محروم میشن چند تا بازی. با این همه هار خیلی از بازیکن‌ها خودشون رو ثابت کردن و خوشحالی انجام دادن که در حمایت از مردم بود که دمشون گرم، پرچمشون بالاست. بچه با این باشگاه آرتل بزن، با اندامی نرم دمبل بزن، آرتل بزن دمبل بزن. چرا سوبره این همه این باشگاه؟ اوه فهمیدی، داره آموزش میده رو LCD روبرو، همه دارن اون رو تکرار میکنه. آقا رامین گله که واقعا نمیگم من با رامین هماهنگ کردم که بیام اینجا. خب رامین جان یه توضیح در مورد زندگی نهاد بده که چجوری اومدی اینجا. کلا اینجا چجوری اومدی؟ آقا اصلا تعریف کردی سم حیره بده. من کلا 2016 اومدم کانادا، ولی روز اولی که رسیدیم فرودگاه از ایرپورت برای خانم خود برامتم تفلک ما را اینجا رد کرد. گفتم اگه استاپ کنم اینجا چیه؟ گفت مرسدس بنز. وای آرزو میاد. تو از اول عاشق بنز بودی؟ تعطیل بنز هم داره مگه نه؟ نه سی ام جی داره، لوگوش هم پشتم. اولین ماشینی که تازه امروز وارد شد پایین EQS برقی AMG. تو بگو چی میخوای؟ برو بذاریم آخر، از اینجا شروع کنیم. AMG SL داریم، این نسل جدید SL هاست. اگه یادتون باشه SL های قدیم همیشه ریور درایو بود، هارد تاپ بود، این جدیدش دیگه الان شده سافت تاپ و آورد درایو. نسخه SL یه دیگه داره میاد به نام ای پرفورمنسش، نزدیک 880 از 840 هست و بخواد قرار فرد داشت دو نیم ثانیه فکر کنم بشه شتابه. خیلی خوشکونه، خیلی به یه
ضمن اومدن شما امروز این ماشین تازه امروز رسیده. امروز 23 ژانویه 2022 قیمت هنوز نداریم ولی بالای 200000 تاست. باید بین 220000 تا باشه قیمتش. چون ماشین بالایی است. چون ما اینو نسخه معمولیش 580ش نزدیک 167 تاست. این چون AMG شده نزدیک 649 اصل بخار داره. حتی با یه کار خاص میشه نزدیک 700 و بالاتر 700 تو میره قونه بس به بخاره. فول برقی رنجش نزدیک 450 کیلومتره نزدیک 649 اصل بخار تا بالای 700 اصل بخار هم بعض اوقات میره چون یه انرژی پاور داره که فلور میکنی انگار به اونجا. حالا ما نمیدونیم چقدره ولی باز بهم میگم. کلای جدید بنز دیگه این شکلی شدن. خیلی خوشگل و خوش دسته. اینجا رو میزنی نزدیک 50 اینچ شما اینجا دیسپلی داری دیگه کوتاه‌چون. آره دیگه از این سمت فول 220000 دلار ناخامل. به علاوه لاکچری تکس و تکس‌های گورمنت و همه چی. به علاوه همه چی 220000 تا خالص نزدیک 260000 دلار در میاد. حجاب دیسپلیشون کن چقدر بزرگه. 3D یعنی شما وقتی رانندگی می‌کنی همه چی دیگه این 3D نشون داده میشه. رنگی و 3D. برو توی نویگیشن لایو بابا نگاه کن. ببین آپدیتت رو می‌خوره. آره آره خیلی باحاله. بریم شنا. میتونیم بپره تو داریم میریم سمت جی. مافیای روس ها تو هر چند بار میخوای اینو بکن دمت کم. بس غلط کردی. باید کوالیفیکیشن رو پاس بکنی. کوالیفیکیشن چیه؟ یه بنز داشته باشی بالای 3000 دلار. یعنی اگه با 3300 هم بیای اینجا بگی من جی میخوام نمیدم. باید یه ماشین 3000 دلار به بالا داشته باشی تو کوالیفای بشی. تا کوالیفای شدی حالا 5000 دلار دیپوزیت میذاری 4 سال صبر میکنی. باید 4 سال صبر کنی. 4 سال صبر بکنی تا ماشینت بیاد. بریم توشو ببینیم. حاجی خیلی جیگره. بچا سویل جزو عاشقان جیه. من میدونستم الان میاد جای راننده میشه. بیا. یعنی جی میبینه انگار مثلا آنجلینا جولیو با شورت دیده. رامی جون مرسی همتون میگم خرید خوبی بود. مرسی عزیزم. انشالله فردا شب قیمه شینو خو قیمه بدم. آینه رو ببین چقدر خوشگله. نصف مانیتورش بی استفاده است. نه دیگه اون روشن میشه. برام میخندن ببینم روشن میشه. کیا قسمت 4000 پول دادم فقط بابت این و اون و اون که توضیحات کرده فرمایش کلا جیر شده. دمت گرم سوال تا لوت کردی. حالا اینو بگم بعضی میگن اصلا نمیشه بدم این 80 پول بده. این به هر کسی میخوره که این ماشین دیگه هم داره 30 سال دیگه ببین ماشین این 80 تا چقدر برات ارزش داره. آره بابا خیلی عتیقاست. خب گایز میباخ 300000 دلاری قراره آقا رامین کل توضیحاتش بده. خب ببین ما توی بنز هر ماشین سازی مثل بچه هاشن. ما توی بنز همه چی داریم برای نیاز تو. چند پیش توی اینستاگرام اومده بود که میگه آقا مدلای بنز رو برای هر کاری چه ماشینی داره. مثلا بهت میگم مثلا 343 میشه مثلا شاید نخاله ما که خیلی شر و شیطونه. جی واگن میشه مثلا بادی بیلدینگی ما که هیچکی حریفش نیست. آقای میباخ میشه پدرخوانده بنز. میباخ اصالتش کلا از کی میاد؟ مثلا آقای دایملر و آقای میباخ اینا با همدیگه بنز رو ساختن و موتور رو ساختن اینا اومدن. ما میباخ سال حال دقیقاً اتاق قدیم میباخ که تولید شد خیلی گرون بود. اونا اومدن نزدیک 400 500 600 حتی مدل لمدلش نزدیک 1.5 میلیون دلار شدن. هنوزم قیمتشون همونه که آقای دیجیت کلی یه دونه داره همش باش میره بیرون کانورتبل عقبش. اینا گفتن که آقا خب خیلی گرونه فروش کم میکنیم بیایم چیکار کنیم که افوردبل تر بشه. روی اتاق قدیم شروع کردن که اس کلاس رو میباخ کردن. یعنی دیگه ماشین میباخ نیستش الان اس کلاس میباخ. دادن موتور 8 سیلند معمولی خود اس کلاس که افوردبل تر بشه راحت تر بشه و 12 سیلندشون که میشه 650 و 680 V12. ما الان اینی که اینجا داریم 2022 اتاق جدید تک رنگه. بعضیا رو اگه دیدی دو رنگ هم دارن اونا 20000 دلار رنگ اضافه است که شارژت میکنن. این دیگه بهت بگم دیگه مستر ماجستی بنز دیگه همه چی توش میتونی داشته باشی. بهترین نه بهترین کیفیت و ولی با پولش بدی. برند نیوش نزدیک 340 تا در میاد با لاکچری تکس. این 8 سیلندشه 340 در میاد با لاکچری تکس و نزدیک 400 خوره در میاد ماشین. الان ما این مثلا کار کرده اینو داریم 8 کار کرده نزدیک 300000 دلار ولی دیگه لاکچری تکسش نمیخوره. حالا چه فرقی داره با ماشین دیگه؟ با اس کلاس فرقش فقط اینه که این ماشین یه ذره بزرگتره، اکستند شده عقبش. 90% نیازهای کسایی که میباخ میخورن اینه که اون نفر صاحب ماشین عقب بشینه، پاشو دراز کنه برای لانگ تریپ ها که نمیخواد هواپیما سوار شه، میباخو سوار شه، باهاش مثلا توش راحت باشه، میز کار داشته باشه و سیف باشه. لزوما داشتن مرسدس بنز به خاطر پوزش و راحتی نام نخواهد بود. حالا این عقبش دو نفره خواهد بود. شما میتونی قشنگ بشینی اینجا، اینو ریکلاینش کنی، این زیر زانوها درمه
بیرون، از اون زیرم چیز در میاد که میتونی پاتوزای روش چیز جالب بدنشون داره. سویل پوتک ناکا اینجا دخچال داریم، اینجا دو تا جام شراب داریم که میذاره توی یخچال خنک میشه و بذار نشون بدم چجوریه. شیشه ای نیست از قصد، اینجوری که خنک شه، خنک شه و نشکنه توی حرکت. مارک میباخ داره، میذاره اینجا قفل میشه، یعنی شما بپیچی هم باز داره. سوز پدر پول. این ماشین یه سیستمی داره که آنتیکور بده، وقتی میپیچی ماشین کج نمیشه، صاف میمونه. هم خنک کننده داره، هم گرم کننده. آره. اینجا یه آیپد سامسونگ داری که میاد بیرون، میتونی داره درجه هوا رو کم و زیاد کنی. داره. تو ماشین داره، آره. حتی اسکلاس هم این آپشن داره، میتونی مثلا رادیو رو کم و زیاد کنی. مثلا بچه عقب نشسته، بچه کم و زیاد میکنه، چنل رو عوض میکنه، رنگ تو ماشین عوض میکنه. کار ظلم بچه رو بشونه تو ماشین. ببین خیلی واقعا نگمه، این مشتری شما دیگه بخره بچه‌م اون داری؟ اینو در میاری اینجا؟ اینجا لپتاپتو میذاری، کارتو میکنی؟ الو دیگه ماشین نیست بچه، سفینه فضاییه. فرست کلاس واقعا. فرست کلاس. بعد نگو چقدر تو راحت نشستی؟ و کانسپت روی 340 به بالا. قیمتش خیلی خوبه. چیت میدم با این پول؟ یه نیسان زامیده آبی. دقیقاً.